دوستان عزیز، دوباره خوش آمدین و قسمت تر نخست برنامه بر شما هیسان گفته. موضوعی که امروز ما در برنامه انتخاب کردیم راجع به مبارزه با مواد مخدر هست و امروز هم روز جهانی مبارزه با مواد مخدر هست که امروز ما به موضوع تر برنامه می نسیم صبح انتخاب کردیم و امیدوار هستم شما هم تا دقایق آخر با ما همراه باشین و مهمان ما را همچنان دعوت کردیم، آقای عبدالغفار خوشیوال، رئیس شفاخانه مهتدین. سلام تقدیم میکنیم خدمت ایشان، صبحتان بخیر باشه. تشکر. به نام خداوند بخشاینده مهربان، در ابتدا باید گفت تشکری کرد از تلویزیون بیک که امروز اختصاص دادن به روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر، چون سالانه از 26 جون یعنی روز مبارزه علیه مواد مخدر همه ساله در کشور تجلیل میشه و امروز این تقریبا ملل متحد یا سازمان جهان سی این روز سال 1987 به این طرف در 26 جون تجلیل میکنه و خوشبختانه در افغانستان امسال 26 جون با شعار صحت برای عدالت و عدالت برای صحت آغاز کردن و این بر علاوه که روز مبارزه علیه مواد مخدر است و جلوگیری از قاچاق و ترافیک مواد مخدر هم میباشه. سپاس و شکر دکتر صاحب که ایروز همچنان فکر میکنم درست ایروز پیش بود، روز چهارشنبه بود که ایروز سپری شد و امروز ما اختصاص دادیم برنامه ما را روی از اینکه بتانیم روی موضوعات از مواد مخدر صحبت بکنیم، چون یک مشکل خیلی بزرگی هست از افغانستان. بسیاری از جوانان ما دچار میشن به مواد مخدر، چون زمانی که به نوجوانی جوانان ما میرسن فکر میکنن دنیای هست، چیزایی که نیشاور هست یک دنیای دیگر هست که انسان میتونه به خوشی و به حالت دیگر در بیاره، که این ناخواسته یا ناخداگاه روزشان و روزگارشان خیلی بدتر از آن میشه که اونا فکر میکردن. خب دکتر صاحب، میشه در آغاز در مورد این روز جهانی صحبت بکنین که این چگونه نام نهاده شد به این روز جهانی و در این روز جهانی باید چگونه باید کسایی که مسئول هستن زیرت هستن اینا باید چگونه حمله بکنن تا سطح این مواد مخدر چیش پایین تر بیایه سطحش و بتونن جوانان ما و کسایی که دچار از اعتیاد به مواد مخدر هستن اینا رو پیدا بکنن. تشکر. این روز صرف به خاطر جلوگیری از انتقال ترافیک مواد مخدر و مبارزه علیه مواد مخدر، جهان یا سازمان سی جهان تصمیم گرفت که باید یک روز را به نام مبارزه علیه مواد مخدر باید ما شما داشته باشیم و خوشبختانه در افغانستان از این روز نیز تجلیل میشه و مسئولین عالی رتبه دولت سهم بیشتر در این داره و بخصوص وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت صحت عامه که مشترکاً در بخش مبارزه علیه مواد مخدر کار میکنن این روز تجلیل میکنن و این روز قسمی که پیشتر گفتم زیر شعار صحت برای عدالت و عدالت برای صحت، امسال در سال 1398 این روز در پنج سرطان تجلیل شد که واقعا هدفی است که ما بتانیم سطح استفاده کننده های مواد مخدر را در کشور کاهش بدیم و کسایی که بنابر هر دلیلی به طرف مواد مخدر رفتن تا اونا را ما بتانیم تداعی بکنیم، شفایاب بکنیم، دوباره به جامعه و به فامیلش تقدیم بکنیم و همچنان بخش دیگهش که مبارزه علیه مواد مخدر است و جلوگیری از ترافیک و انتقال مواد مخدر است، این وظایف از ارگانهای کشفی و جنایی و امنیتی است که بازم من از این ارگانها خواهش میکنم از آدرس از این تلویزیون که کوشا باشن، تلاش بکنن تا ما بتانیم طبقه جوان کشور که واقعا اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن، بسیار به یک حالت بسیار خراب در سطح کشور زندگی میکنن و ما اینا را دست از اینا را بگیریم و یک کمک به اینا کرده بتونیم تا به جامعه فامیلشان تقدیم شد. بله خیلی خوب. همچنان سی روز پیش بود فکر میکنم که از طرف نیروهای امنیتی جاوشان یک موتر تیلری پر از مواد تخمش البته تخم کوکنار دستگیر شد که از ولایت فاریاب فکر میکنم انتقال میدادن به کدام ولسوالی هست ولایت جاوشان که خوشبختانه دستگیر شدن. اگر قرار باشن نیروهای امنیتی ما قرار باشد همچون کار را بکنم همیشه کوشا باشه طبعا یک روز شاید اصلا مواد کوکنار در جوشان نخواد داشته.
خب تشکر دکتر صاحب، در مورد هستی بر ما بگوین تشکیل از روز چگونه بود و همچون شما خودتان چقدر تانستین بر مردم ولایت جوزجان ما که در اینجا زندگی میکنن بیشتر آگاهی دهی بر شما بتین. ما قسمه که کارهای روتین ما جریان داره، همه وقته کار صورت میگیره، در جریان سالی کار صورت میگیره، ولی خوشبختانه در مناسبت 26 جون یعنی روز مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه یک دپارتمنت را علایده به نام وقایه از انتان و مبارزه علیه مواد مخدر در تشکیل برنامه ملی کاش تقاضای مواد مخدر ایجاد کردن که این دپارتمنت در سطح ولایات آمریت های را ایجاد کردن به نام آمریت برنامه وقایه از انتان و جلوگیری از مبارزه علیه مواد مخدر. این را ایجاد نبودن که ما خوشبختانه با توافقی که وزارت صحت عامه با وزارت معارف کشور داره، ما مکاتب رسمی مایده رسمی را همراه ریاست های معارف به تفاهم رسیدیم که همراه از اونا که ما باید هفته دو بار، نهایتش هفته دو بار و الای هفته یک بار ما بتانیم در مکاتبی که مربوط ولایت جوزجان است و بخصوص مربوط شهر شبرغان است، ما در این مکاتب بریم و به متعلمین و به استادای مکاتب در مورد مبارزه علیه مواد مخدر و وقایه از انتان آگاهی دهی بکنیم که خوشبختانه ما تانستیم در زمان بسیار کم در حدود 6455 نفر آگاهی در مورد اضرار مواد مخدر داده شده که واقعا به نظر ما بسیار مؤثر و بسیار مفید واقع میشه. بله سپاس. حالا داشته میشه در مورد همچنان صحبت بکنین که مواد مخدر چقدر بر روان و انسان و صحت انسان مضر هست، چون کسانی که احتیاط به مواد مخدر دارن شاید آگاهی نداشته باشن از اضراری که بعدا بر آینده ها، بر صحتشان، بر روانشان مشکلات ایجاد میکنن. قسمی که شما میفهمین مواد مخدر عبارت از یک مواد است، وقتی که شخص مورد مصرف قرار میده باعث از این میشه که یک خوشی کاذب، یک لذت کاذب بر مریض به وجود میاره و بالاخره نزد مریض یک وابستگی جسمی روانی را به وجود میاره که این شما افراد جامعه یا انسان خودش کنجکاو است، به خاطر از اینکه مصرف مکرر از صورت میگیره باعث چه میشه؟ باعث اعتیاد یا وابستگی نزد افراد میشه. بسیار خوب. سپاس. خب در مورد هزی بر ما بگوین از قبل تا به امروز به نظر خودتان آیا استفاده مواد مخدر بیشتر شده و یا هم کمتر شده؟ بدبختانه بگویم یا با تاسف بگویم که کشور ما یک کشور رو به انکشاف است و یک کشور جنگ است، همیشه در حالت جنگ وجود داره، فقر ناداری وجود داره و ما همیشه به هنوز هم با پای خود نیستیدیم و همیشه دست ما پیش کشورهای همسایه دراز است و باید ما بتانیم تامین معیشت بکنیم برای مردم خود و اکثرا چون سطح آگاهی بسیار پایین است، فقر است، ناداری است، کار نیست، کاریابی در سطح کشور وجود نداره و اکثریت مردم ما مهاجرت کردن، بنابر مهاجرت هایی که در کشورهای همسایه انجام دادن به طرف مواد مخدر رفتن، بنابر هر ملزومیتی که بوده معتاد به مواد مخدر شدن و مهاجرت هایی که صورت میگیره در این اواخر چون سطح اقتصاد کشورهای همسایه، کاریابی در کشورهای همسایه هم نسبت به قبل کمتر شده و دعوت مهاجرین زیادتر در کشور صورت گرفته، به این خاطر تعداد معتادین نسبت به قبل رو به افزایش است. سپاس. دکتر میشه در مورد تداوی و علاج این مرضی بگوین که آیا زمانی که شخصی که به مواد مخدر احتیاط میشه آیا درمانش همچنان، راه حلش همچنان وجود داره نزد شما که بعدا به طی مراحل چقدر مدت این تحت تداوی باید قرار بگیره و بعدش چقدر مدتی میتونه با ساعت دوباره خود در بیاید؟ قسمی که شما بهتر میفهمین، آگاهی دارین، در سطح ولایت جوزجان ما 3 شفاخانه تداوی معتادین مواد مخدر داریم. یک شفاخانه 50 بستر کایلان داریم که طبقه ذکوره، یعنی بالاتر از سن 16 ساله و
در تشکیل همی شفاخانه در حدود 15 بسترش برای مادر و اطفال است که از این شفاخانه 35 بسترش به طبقه ذکور اختصاص داده شده و 15 بسترش به مادر و طفل که 10 بسترش بر مادر و 5 بسترش بر اطفال که احتیاج به مواد مخدر داده اختصاص داده شده. و ضمناً ما یک شفاخانه دیگه داریم به نام شفاخانه 50 بستر تداعی معتادین نوجوانان داریم که او در سرک پنتون موقعیت داره. این شفاخانه ما اطفال از 8 سال الا 16 سال ما در اونجا تحت تداعی قرار میدیم. و ضمناً یک شفاخانه 20 بستر تداعی معتادین مواد مخدر در ولسوالی آخچه داریم که این شفاخانه ما با ظرفیت 20 بستر است و صرف طبقه ذکور تحت تداعی قرار میده. و سیستم تداوی در شفاخانه های تداوی معتادین مواد مخدر کایلان نسبت به اطفال متفاوت است. در شفاخانه تداوی معتادین کایلان میاد تداوی 45 روز است. در ابتدا مریض زمانی که مراجعه میکنه یک مرحله داره به نام مرحله مشاوردی قبل از تداوی. یعنی در ابتدا ما کوشش میکنیم که مقدار استفاده مواد مخدر مریض چه بکنیم کم بکنیم تا که به حد برسه که اولین بار مریض ما استفاده کنه. بعد از او مریض ادخال بستر میشه، در تداوی داخل بستر میشه. دو هفته اول به نام مرحله سمزدایی یعنی مرحله زرزدایی مریض سپری میکنه در داخل شفاخانه و بالاخره بعد از هفته دوم مریض شامل صفحه ایای مجدد یعنی مریض توانا میشه، مریض خوب میشه. بالاخره تا 45 روز تا ختم 45 مریض در داخل شفاخانه می باشه. بعد از اون مریض رخصت میشه شامل مرحله فالوآپ میشه، این شامل مرحله تعقیب میشه و تداوی مریض الا 2 سال ادامه داره که باید تا 2 سال مریض باید تعقیب شوه. و در شفاخانه نوجوانان ما با سیستم تداوی قسم است که ما مریض میتونیم 3 الا 6 ماه مریض نگهداری بکنیم. در اون شفاخانه اکثرا اطفال زیر سن قرار داره و ما با اونا اکثرا سیستم درسی است، کامپیوتر است، تلاوت قرآن کریم است و بعض مضامین مکتب برشان تدریس میشه. در ضمن نزدیک چون میاد تداوی زیاد است و هم از قسمت سیستم درسیشان نمانه، از تعلیم و تربیه اطفال نمانه، به او خاطر این کار همراهشان صورت میگیره که بعدا حتی میشه که به مکاتب که اینا در اوجه شاگرد هستن یا درس میخوانن تصادیق ارائه بکنیم به خاطر از اینکه همون غیابت از اینا هم تا اندازه را برشان کمک شد. خیلی سپاس دکتر سویش. همچنان بگوین که آیا کدام شخص یا و چی تعداد هاش اشخاص هست که تحت تداوی شما قرار گرفتن و اونا علاج شدن و فعلا در زندگی روزگار عادی شدن؟ تشکر. ما سالانه یک تارگت داریم که باید در حدود 400 مریض باید داخل بستر ادخال بستر بکنیم، داخل بستر باید تداوی بکنیم که در طی سال 1397 یعنی سال مالی 1397 که ما بگویم که از جدی 96 شروع میشه الا اخیر قوس 97 سال مالی 97 است که در حدود 385 تن مریض تداوی شده داخل بستر. از این جمله 272 تن از این طبقه ذکور بوده و در حدود 78 تن از این طبقه اوناس بوده یعنی خانما بوده و در حدود 35 تن از این از اطفال زیر سن بوده یعنی زیر 5 سال که همراه مادر مراجعه میکنه. مادر زمانی که بستر میشه طبعا طفلش هم احتیاج به مواد مخدر داره یا از طریق شیر یا از طریق دودی که در خانه استفاده میکنن اونا تداوی گرفته. و آگاهی عامه در حدود 6549 تن آگاهی عامه شده و ضمن البته جمع مدیریت محبس که ما هفته یک الی دو روز در مدیریت محبس شبرغان میریم کسایی که بنابر هر جرمی که محبوس میشن و اونا هم تحت تداوی قرار میگیرن تا از راهی پیدا بکنن از مواد مخدر. و ضمن تعقیب جلسات تعقیبی ماست که در حدود 1068 تن تعقیب شده جلسات تعقیبی شده و در حدود 297
شده تعقیب شده. سپاس. خب به دکتر صاحب گاهی وقتی تو وقتم پیش آمده که شما خودتون یک مریض رو تداوی کرده باشین و همچنان او خوب شده باشه و رخصت کرده باشین به خانه ایش رفته باشه و چند مدت بعد پس باره به مواد مخدر معتاد شده باشه. این بسیار یک نکته بسیار مهم است و اکثرا همشهریان مای سوال میکنه، هیئت رهبری دولت بعض اوقات عین سوال میکنن که چرا مریضای شما دوباره به طرف مواد مخدر میره. شما بهتر میفهمین که مواد مخدر یک مواد است که با داخل شدنش در وجود انسان، قسمی که پیشتر گفتم، یک خوشی، یک لذت کاذب بر مریض میده و یک وابستگی جسمی و روانی را نزد مریض وجود میاره. به خاطر ما مریضای را زیادی را داریم که واقعا کاملا تداوی شدن، شفایاب شدن، به جامعه تقدیم شدن، به فامیلشان رفتن، ولی بدبختانه نسبت نبود کار، فقر، مشکلات های اجتماعی، روانی که در محیط موجود دارن، ناامنی هایی که در محیط موجود داره، گشته دوباره به طرف مواد مخدر رفتن، دوباره ریلپس کردن، دوباره هاوت دوباره کردن. بنابراین خواهش ما از همشهریان، از هموطنان مهمی است که شما هیچ وقت متاثر نشید. ما کسایی که دوباره اوت میکنن، دوباره به رو میارن به طرف مواد مخدر، ما بسیار به شکل خوبش میپذیریم و کوشش میکنیم که تداوی شود. و او کسی که دوباره به طرف مواد مخدر رو میاره، دوباره ریلپس میکنه، اونا بهتر نسبت به اشخاصی که یک بار تداوی شدن نتیجه خوبتر میتن. و دفعه اول اگر مریض ما برای 3 ماه یا 6 ماه پاک بوده، یعنی به طرف مواد مخدر نرفته، دفعه دوم امکان بیشتر شد که برای 6 ماه یا بیشتر از او مریض ما پاک بونه و در آغوش فامیلش زندگی بکنه. سپاس تشکر دکتر صاحب. یک نقطه خیلی بزرگ هست که در جوجان وجود داره و این که بسیار از معتادین که در روطه جوجان از در نقاط مختلف اینا زندگی میکنن، خصوصا از طرف دیگر قرار شما یک بار در پارک پختی قدم بگذاریم و اونجا ببینیم بسیاری از جوانان ما کهنسال و همچنان جوانان ما به تعداد 50 یا 60 نفر اونجا مصرف به مواد مخدر هستن. در بالای بسیاری از نقاط جوانان دوردست دیگری همچنان هستن که اینا از طرف شب یا از طرف روز اینا 10 نفر یا 5 نفر یک جای میشن و با مواد مخدر دوچار هستن و اونجا مصرف و کشیدن مواد مخدر هستن. پس آیا از طرف شفخانه معتادین پایگرد صورت گرفته که اونا باید جمع آوری شود از نقاط مختلف جوجان و همچنان از شاید از طرف خانواده همچنان باشه که شکایت کرده باشن به شفاخانه معتادین که اونا باید جمع آوری شن و تحت تداوی قرار بگیرن و در این موارد میشه صحبت های داشته باشه که تا چی اندازه شما یعنی پایگرد را گرفتین برای اشخاصی که اینا بیشتر در نقاط های مختلف از جوجان مصرف به مواد مخدر هستن. تشکر. در قسمت از این که ما چه تعداد مریضا را از شهر یا از اومه های شهر یا از اطراف شهر یا از مکان های استفاده کننده های مواد مخدر جمع آوری کردیم، که مثلا یک مثال خوبش میشه چمن بختی را ذکر کرد، مثال دومش رسته پنجشیری را ذکر کرد و با تعقیبش یک جای است، یک سرای است پشت سر می رسته پنجشیری ها، در این ساعت وجود داره. ما مطابق تقسیم اوقات یا پلان از قبل طرح شده که در اداره شفاخانه های تداوی معتادین مواد مخدر وجود داره، هفته 2 بار تعقیب مریضا و جمع‌آوری مریضا را از ساعت داریم. ولی یگانه چیزی که از نام برنامه معلوم است، برنامه کاهش تقاضای مواد مخدر است. ما کسایی را میاریم از بازار جمع میکنیم که او واقعا او خسته شده باشه از مواد مخدر و خودش بخواد تداوی بکنه. به شکل جبری نمیشه. صرف به شکل جبری ما یک شفاخانه در سطح کشور در کابل داریم، شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر به نام شفاخانه 1000 بستر ابن سیناست که در کابل وجود داره. این شفاخانه ما به شکل جبری، او یک کمیسیون است از ادارات مختلط که مبارزه علیه مواد مخدر و صحت عامه و وزارت داخله در اینجا شریک است. اینا هر 15 روز تعدادی از معتادین از اومه شهر کابل جمع میکنن و انتقال میتن به شفاخانه 1000 بستر ما. و ما این کار بارها کردیم، اما خوشبختانه موفق هم بودیم. یک تعداد جوانای ما که
آگاهی نداشتن، از شفاخانه آگاهی نداشتن، از سیستم میتود تداوی در داخل شفاخانه یا به اشکال مختلف ذهنیت برشان داده شده بوده از طرف فروشنده های مواد مخدر که گویا شفاخانه تداوی متادین شما را لتکوب میکنه، شفاخانه تداوی متادین شما را زیر آب سرد میبره، شفاخانه تداوی متادین شما را آب نمیته، شما را دوا نمیته، دوای کافی در اختیارتان نمیمونه. ولی ما پروگرام های آگویی که همراه همو تعداد استفاده کننده های مواد مخدر داشتیم کار کردیم و حتما هفته 3 الی 4 نفره از بین همو کتله که شما میگین که در حدود 50-60 نفر میباشه از بین از اونا ما جمع آوری کردیم آوردیم و فعلا هم در داخل بستر است که تد تدابی قرار سپاس تشکر داشت. خب میشه پیام هم داشته باشیم برای هموطنان عزیز ما، برای مردم که در جوزجان ما زندگی میکنن، پیام شما برای از اونا چی هست؟ پیام بر همشهری های ما همی هست، بخصوص همشهریانی که مربوط به ولایت جوزجان است، جمع تمام ولسوالیاش و ولایت سرپل جمع تمام ولسوالیاش، ما تا اندازه را مسئولیت شفاخانه بیست‌بستر ولایت سرپل خودم داریم که میشه بر از اینا باید به صراحت بگویم که شفاخانه های تداوی متادین مواد مخدر در خدمت استفاده کننده های مواد مخدر است، از همشهریان خود، از هموطنان خود، از فامیل های استفاده کننده های مواد مخدر خواهش ما، آرزوی ما همی است که بیاین اطفال خیش را، خانم خود که استفاده کننده مواد مخدر از برادرشان، هر کسی که است معرفی بکنن به شفاخانه. انشالله تا امکاناتی که در عهده ما وجود داره یا به شما موجود است انشالله ما در خدمت همشهریان قرار داریم و تا بتانیم همی مردم از مواد مخدر آری بکنیم و این محیط خود از مواد مخدر دور بسازیم. سپاس و شکری میکنیم. ما همچنان سپاسگزاری میکنیم از آقای دکتر صاحب عبدالغفار خوشیوار، رئیس شفاخانه متادین ولایت جوزجان که امروز دعوت ما را پذیرفتن و امروز مهمان بودن و باز هم سپاسگزاری میکنیم از کارکردهایشان و موفقیتهایشان که همیشه کارهایشان موفقیتهایشان به این بوده که یک جوان یا کسی که معتاد به مواد مخدر است را تحت تداوی قرار بگیره و اونا را دوباره به سطح کاملش به خانه و به حال حوالش اونا را دوباره تسلیم بکنه. بله بسیار تشکر دکتر. تشکر از شما.